درود ویژه دارم خدمت همه شما عزیزان و سروران. آدم بعضی چیزها رو دیگه نمیتونه هضم بکنه، خیلی سخت هضم کردنش و وقاحتی که بی بی سی داره به خرج میده. یه سری چیزها دیگه باور نکردنیه. برنامه پرگار اومدن و کلیپ هم بچه ها برای من فرستادن، رسما تمرین وطن فروشی و اوریان. ببینید اینا تا دیروز برنامه میساختن که های جمهوری اسلامی تو اسلامی هستی، تو داری اسلام رو چیز میکنی، ایرانیت رو فراموش کردی. اینا شده بودن طرفدار ایران باستان و تاریخ ایران، بعد دیدن که نه، تاریخ ایران هم بالاخره استخوانیست در گلوی جریان گلوبالیستی و غربگدا. گفتن نه، ایران هم باید بزنی. بعد دیدن نه، رفته رفته خود جمهوری اسلامی اصلا متولی ایران پرستیه. دیدن آقا خامنه‌ای هر چی صحبت میکنه داره در مورد زبان پارسی صحبت میکنه. آقای خامنه‌ای هی میگه هویت ایرانی اسلامی، اسلامیش هم که شیعه است باز میشه ایرانی دیگه، یعنی هویت ایرانی ایرانی، ایرانی اسلامی یعنی ایرانی ایرانی. چون اسلامی که ما قبول داریم شیعه است، حالا کاری ندارم. بعد اینا نه، خود خامنه‌ای و خود سپاه پاسداران اینا سلاح‌های سپاه داره میشه نامای ایرانی. هی موشک درست، موشک خلیج فارس سلاح درست کرده، سپاه سلاح آرش، پهپاد درست کرده پهپاد چمروش. ای بابا اینا که دارن ایرانی ایرانی میکنن. گفتن نه، میدونی چیه، حالا که جمهوری اسلامی هم ایران رو داره هم شیعه رو داره، هر دوانه رو باید بزنیم. اقداماتشون در مورد هر دوانه شد، هر دوانه رو باید بزنیم. و امروز شما میبینید آقای کریمی، داریش کریمی اگه اشتباه نکنم، که یک فرد بهایی است، سند داریم ما، سوتی داد یه بار تو همین برنامه پرگار برنامه داشت در مورد بهاییت، دو تا سه تا بهایی رو دعوت کرد. این عرفان ثابتی، بابا برقی داستان تو من و تو، بابا برقی دید قیافتش ابو برقیه و هر چی هم میخواد صحبت کنه ربطش میده به جنگ جهانی دوم، یه مش مزخرفات، یه پکیج مزخرفاتی رو بیان میکنه اینا. و خب بی بی سی هم دیگه داره بیشتر از چهرهای بهایی استفاده میکنه. یکی از این بهایی خیلی بی سواد و من امروز دیدم، یعنی برنامه 60 دقیقه دیشب بود، امروز اومدم یه رصد کردم دیدم اونو به عنوان کارنشناس کردن تو پاچه ملت. یادم بی سواد داغونیه که اومده تو خارج چیز گرفته، اقامت گرفته، اینا کاری ندارم. بعد دیدم که تو اون برنامه به اون دوتا بهایی سوتی داره آقای دارش کردی، من این سوتیشو گرفتم برنامه کردم و در حقیقت این بخشش هم گذاشتم تو کانال تلگرام، مطمئن فکرم مال 2 سال پیشه، بگردید پیدا میکنید. حالا میگردم دوباره میرم بیرون ببینید. بر میگرده میگه که ما بهایی ها، میگه که چرا مثلا تو طول تاریخ با ما بهایی ها به مشکل میخوردن، مثلا شیعیان. گفت ما بهایی ها توی برنامه پرگار، من اینو سریع کلیپ کردم اون موقع 2 سال پیش دارم سر و صدام شد. حالا اینجا ببین در مورد هویت ایرانی اینا چی میگن به هم دیگه. میگه هویت ایرانی، اصلا کلا هویت رو باید بزنیم. گوش کنید، من بذار صدارم بدم، خیلی جالبه. یعنی اصلا صحبت هایی که رد و بدل میشه فوق العاده مهمه، فوق العاده مهمه. هویت دیگه اون قدر که پیشتر بود ضروری نیست و اشخاص به این فکر نمی کنن که من به این مثلا هدف یا به این روایت کلان یا به این ریسمان عظیمی که باید دیگران رو و من رو به هم پیوند بده به این دیگه نیاز ندارم. کم نمی‌بینیم کسا. خب میگه هویت دیگه آنچنان چیز مهمی نیست و طرف میگه دیگه نیازی است. این حالا با نوع ادبیاتش و این دارشکنی هم خیلی جالبه، میخواد ادبیاتش هم همیشه صحبت کنه. اینا دیدید اینا که هر چقدر تو خالی ترن نقطه مقابل ما صحبت میکنن دیگه. چجوری صحبت میکنن؟ صدا رو نازک میکنن، بعد صداشون رو یه جورایی میخوان سکسی کنن. هویت میدونید یه خود با غیر و قمش صحبت میکنن این جماعت، خود تون صدا و مدل کلمات، یعنی حرکات بدن اینا رو کاری ندارم، اما مدل چینش کلمات و میزان تون صداشون بابت اینه که میخوام بگم ما خیلی میفهمیم یه صدا اینجوری چیز میکنن. یه برنامه‌ای که اینا دارن و داره میگه که لنچا تو اینستاگرام ما چیز شدیم، به خاک رفتیم یه جورایی. اجازه بدیم ببینیم خاکش داستانش چیست. دوباره بزنیم، اینترنتمون ضعیف شد. چی شد؟ برگشتیم الان. نه برنگشتیم، چی شدیم؟ اینستامونو زدن، چه خبره؟ ریپورت شدیم، برگشتیم. بله، بعد میخوان که
بگن آره ما دیگه خیلی خوبی ما اینجا حرف، حالا دوستان اینستا بیاین ببینیم چی شد. بعد میگه هویت دیگه چیز مهمی نیست، چرا باید بگه کریسمان؟ دقت کن یه بار دیگه مدل تون صدا اینا رو داشته باشم اینجا. هویت دیگه اون قدر که پیشتر بود ضروری نیست. پیشتر بود، هویت دیگه اونجوری که پیشتر بود دیگه ضروری نیست. و خوب. اشخاص به این و اشخاص فکر نمی کنن که من به این مثلا هدف یا به این روایت کلان یا به این ریسمان عظیمی که باید دیگران رو و من رو به هم پیوند بده به این دیگه نیاز ندارم. کم نمی همچین بزنم با این دستم تو دهنش که این سنگای یاقوت انگشتر من تو دهن این خورچه. به خدا، یعنی اینقدر که اینا مزخرف میگن. تمام روانشناسان اروپا را ولش کن، ایران هم ولش کن، از آمریکا همون انگلیس جونش اتفاقا روانشناسان جهان غرب رفتن بررسی کردن چطور میشه یه آدم یک تمساه نرو تو خونه یک سال حبس کنه و به این تمساه نر تجاوز کنه. بررسی کردن چطور میشه آدما میتونن اینقدر جنایت کنن، جنایت های زنجیره‌ای کنن. تمامه یا اصلا یه آماری که خیلی جالب بود، یه تحقیقی رو یک سری از این روانشناسان سوئد انجام داده بودن، بخاطر اینکه سوئد خیلی مهاجر اومده مشکلات زیادی داره، یه بررسی کرده بودن یه جایی ما داریم توی سوئد توی استکهلم که تو هم بگم محل زندگی اون بنده خدایی که با پرچم هر سنی میخواد بره ایران بیاد به نام دندیریت خو، خو میشه بیمارستان. بعد این دندیری خو مال کسانیه که یه خود علاز روحی روانی مشکل دارن. رفته بودن تو بیمارستان دندیریت خو، پرونده ها رو در آورده بودن که تا الان مثلا چند تا بیماری روانی اینا مثلا اومده بودن که بخش قابل توجهشون مهاجر هستن. بررسی کرده بودن اینا به خاطر دچار بحران هویت، یعنی از کشورشون چون اومدن بیرون یه کشور دیگه و این هویت دیگه وجود نداره و خودشونو گم کردن. و امروز بخش قابل توجهی از کسانی که برنامه نگاه میکنن در خارج بچه‌ای هستن که تو خارج بزرگ شدن و این مشکل بحث هویت وجود داره. یعنی تمام روانشناسان، برای همین گفتم بزنم تو دهنش اصلا داغون بشه، تمام روانشناسان میگن هویت خیلی مسئله مهمیه، هویت ملی مسئله بسیار مهمیه که اگر نباشه یک فرد دچار اصلا چیزی به نام بحران هویت میشناسی آقای داریوش کریمی؟ میشناسی، اما خیلی پلیدی، خیلی بیشرفی، باور کن. برای همین حالا میای هویت رو میخوای بزنی به زبان پارسی. من میتونم یه خواهشی ازت کنم آقای داریوش کریمی؟ همین برنامه رو، همین جمله، همین سوالو به زبان انگلیسی تو بخش بی بی سی انگلیسی درست کن، ببینم چی بهت میگن. حالا ادامه ببینیم. کسانی که میگن من احساس ملی ندارم، من جهان وطنی فکر میکنم، افغان بودن، ایرانی بودن، مسلمان بودن، نمیدونم به این یا اون ایدئولوژی احساس تعلق داشتن، الان دیگه این هویت های کلان نیست. در عوض کسایی میبینی که مثلا چیزی که براشون حیثیتی و هویتی فوتباله. آدم ها هویت رو، هویت ملی مهم نیست، اونی که حیثیتی فوتباله. خودش رو گذاشه سر کار یا ما رو گذاشه سر کار؟ حالا مثلا اگه یه عده در تمام دنیا طرفدار مادرید هستن، رئال مادرید هستن یا بارسلون هستن، یعنی دیگه هویت ملیشون رو باید بزنن کنار؟ این با ما داره شوخی میکنه. ببین آخه یه چیزی رو مطرح کرده که در حوزه روانشناسی از هر من الشمسی که داره مزخرف میگه. من تعجب میکنم، منتها با نازک کردن صدا استدیو حرفه‌ای بی بی سی نمیتونی یک چیز خیلی غیر منطقی رو بکنی تو پاچه ما آقای داریوش کریمی. در حوزه روانشناسی این اثر من الشمسه که از بسم الله سخنانت تا ته داستان مزخرفه. تمام کسانی که بخش قابل توجه، آقا اصلا میدونی تمام مهاجرایی که از کشور، مهاجرایی که الان من نمیگم از ایران، در تمام دنیا کشورشون میرن یه جای دیگه زندگی کنن دوچار بحران هویت میشن. چی داری میگه؟ لزوما نیاز ندارن. یه پیرمردی رو اونجا آورده، حالا نه اون بنده خدا چی گفته، من این کلیپو بچه‌ها رصد کردن فرستادن، این بنده خدا این آقای افغانی ببین چی داری میگه. برای همین کشورتون بدبخته دیگه، که هویتتون رو نمیخوای قبول کنی بپیوندید به ایران. من کوچیکه تمام افغانستانیا هستم، ولی به خاطر همین مشکلات اصلا بزرگترین مشکل افغانستان بحران هویته.
بزرگترین دعواشون بحث بحران هویته، سر پشتون ها و بخشای دیگه شون. بعد ببین آقا تحلیلگر افغانستانیه، ببین چی میگه. تی و هویتی فوتباله. آدم ها هویت رو لزوما نیاز ندارن. مثلا من یکی از اونا هستم که پیش خودم فکر کردم من انسان ها هویت رو نیاز ندارن. آره بابا هویت چیه؟ مثلا مهم نیست از نظر هویت جنسیتی چیه. حالا من هویت اینجا منظورشون چیه؟ هویت ملیه. هویت جنسی ما داریم، هویت ملی داریم، هویت خانوادگی داریم. خیلی هزار تا هویتای اینا، همه هویتا باید در کنار هم دیگه باشه. یکی از این هویت ها دوچار خدشه بشه انسان به مشکل میخوره. اینو من نمیگم، گفتم تحقیق کرده بودم بیمارستان دندریت خوب، خیلی از این عزیزان اپوزیسیون برانداز ما اونجا آشنان اونجا سرکارشون خورده. خب دندریتی هستن، دندریت یه جوری مثل امین آباد خودمونه دیگه. اون داره میگه تحقیق کردم پرونده های دندریت رو برداشتن تحقیق کردن. دارم میگه آقا زر نزنید، این مهاجرا که اومدن دچار مشکل بحران هویت شدن. مثلا فکر کنید در 25 سالگی من فکر میکردم به عنوان یک افغان من رسالت دارم برای افغانستان کار کنم، من رسالت دارم فقط همون کارهایی که همه در جوانی فکر میکنم میتونن جهان رو آباد بکنن. همه ما از اون دوره گذشتیم و من همیشه این حس رو نسبت به افغانستان داشتم، نسبت به مردم کشورم داشتم. ولی الان دارم فکر میکنم اون راه سازنده نیست، اون شکل دهی به یک هویت غیرتمندانه در خودم نسبت به افغانستان در دنیای مدرن کار نمیکنه. دیدی چی گفت؟ این آقای افغانستانی عزیز میگه من در 25 سالگی گفتم به عنوان یک افغانستانی رسالت دارم کشورم رو درست کنم، ولی الان که سنم بالا رفته میبینم که اصلا در دنیای مدرن این فکر اصلا کار نمیکنه. این میدونی حکایتش مثل چی میمونه؟ مثل اون آدمی میمونه که شیپور ورداشه از سر گشادش داره مینوازه، یعنی در دوران 25 سالگی عاقل‌تر بوده هرچی سن اومده بالا احمق‌تر و به زوال عقل پیدا شده، تحت تاثیر دنیای مدرنی قرار گرفته که در همین دنیای مدرن. آخه من چی بگم؟ من بعد بلند شم برم الان همسایه‌امون رو بهتون نشون بدم. طرف از آلمان، همسایه 10-15 تا خونه بغل منه، از آلمان اومده اینجا تو خونه خریده داره زندگی میکنه، سردر خونهش پرچم آلمان زده. حالا آلمان خوب بود، خب اونجا چیز میکنه، اومده اینجا حالا پرچم آلمان زده به خاطر بحث هویته، هویتش رو تو جزایر قناری گم نکنه. من باید برم بهتون نشون بدم یارو مغازه ها رو، مثلا خونه هاشون دیگه، حالا بگی مغازه بحثش فرق داره، خونه ها رو بهتون نشون بدم. پرچم سوئد انداخته، پرچم حالا اینجا چون همسایه‌ام هم که اصلا پرچم آلمان انداخته. بحث هویت حتی دنیای مدرن، مدرنی که این میگه یعنی دنیای غرب دیگه. مدرن کجاست؟ اینا چینه که مدرن نمیدونن، چینی که هر روز داره هزار تا پیشرفت میکنه که چین که بده است، اخر اون که مدرن نیست. وقتی که میگه دنیای مدرن یعنی کدوم دنیا؟ آفریقا رو داره میگه، آسیا رو داره میگه، آمریکای لاتین رو داره میگه؟ نه دیگه، دنیای مدرن یعنی اروپای شمالی و آمریکای شمالی. در همینجا مردم تو همین دنیای مدرنی که میگه پرچم خونه، پرچم کشور، پرچم هویت ملیشون از خونه هاشون آویزون میکنن. کیا رفتن مادرید؟ مادرید اسپانیا کیا رفتن؟ ایتالیا کیا رفتن؟ روم کیا رفتن؟ پرچما رو دیدید همه از خونه ها آویزون میکنن؟ بعد این کجای دنیای مدرن رفته؟ این کیه؟ همون سوئدش که آنچنان دنبال هویت ملی نیست، اینا آقا هر مغازه یه دونه پرچم سوئد زده. من این دنیای مدرنی که اینا توش زندگی کردن، من احمق تو این سی تا کشوری که رفتم و دارم توی همین دنیای مدرنی که اینا میگن هم زندگی میکنم هم دارم بیزنس میکنم، من چرا نمیبینم اینا که اینا میگن؟ شیپور داره از سر گشادش مینوازه، همینه دیگه. میگن آدم در جوانی خامه، هرچی پیاسه سنش میره بالاتر پخته تر میشه. این در جوانی عاقل بوده، هرچی داره سنش میره بالا داره به زوال عقل دست پیدا میکنه. منو یاد زیبا کلام میندازه. زیبا کلام هم هرچی سنش داره میره بالاتر زوال عقل دچار شده. وقتی که شما با جنبه های مثبتی که خود این چند هویتی و پذیرش جنبه های مثبتی که این چند هویتی، همه چیز این چند هویتی مزخرف کامله، چند هویتی همه چیزش مزخرف کامله. خب یال بودن در هویت به شما میده، اون وقت متوجه میشید که رهایی بخشه، نه تنها رهایی بخش کاملا، به خاطر اینکه رهایی بخشه.
رها کن خودتو. یادتونه یه دونه طنز درست کرده بودیم، مهران مدیری بود، اون دوتا خانوما نشسته بودن خواستن براندازی کنن عداشونو در رهاشو، رها کن خودتو. کلن علج نظام ایرانی بودن خودتو منکر شو، علج نظام بلند شو برو جاده چالوس کرونا رو ولش کن. علج اصلا بابا کجا آخه چه خبره، واقعا چه خبره؟ شما به خاطر مخالفت با یه حکومت دارید هویتتون هم میزنید، الان اینکه افغانستانیه میخوان کل هویت منطقه رو بگیرن، که وقتی هویت نداشته باشی ببین بی بی سی داره چه کار خطرناکی میکنه. وقتی که تو دیگه هویت ملی نداشته باشی، انگلیسیه میخواد بیاد به تجاوز کنه خاکتو بگیره، چرا باید به جنگی؟ چرا؟ من چه رسالتی دارم به افغانستان؟ من چه رسالتی دارم به ایران؟ مثلا بیان حمله کنن چی کار کنم؟ اونام انسانن، یک بخشی از انسانها در نقطه جغرافیایی انگلیس اومدن، این بخش از جغرافیایی که ما هستیم مثلا نامش ایرانه میخوان بگیرن. خب بگیرن، حکومت انگلیسی باشه چه فرقی میکنه؟ هویت حالا الان هویت ملی تو میزنه، فردا میرن نگاه های مزدکی رو میکنن. آقا اصلا دیگه ازدواج هم اشتراکی باشه چه معنا داره؟ تا آخر عمرت با یک مرد یا با یک زن، اگه مردی با یک زن، اگه زنی با یک مرد، تا آخر عمرت با یک تن. آخه چرا آدم باید مثلا تا آخر عمرش فقط مثلا باید با تن زنش مثلا ارتباط داشته باشه؟ نه، آزاد کنیم، بهش میگن ازدواج باز را انداختن تو اروپا، که حتی اروپایی ها مقاومت میکنن. یادتون باشه توده مردم اروپا مردم با خانواده گن، اینم من بهتون بگم یعنی چی ازدواج باز. اومدن توی تلویزیون اسوته در سوئد گذاشتن که زنه میگفتش که آره ازدواج باز اینجوریه که من با شوهرم زیر یک سقف زندگی میکنیم، ولی اگر من تو محیط کارم با همکار مردم پیش آمد که معذرت میخوام یک رابطه جنسی هم داشته باشم، این دیگه خیانت به همسرم نیست، ما ازدواجمون بازه، میتونم اون رابطه را داشته باشم، رابطه جنسی که تمام شد میام سر خونه زندگیم با شوهرم هستم، ولی به شوهرم تعهد دارم برای همه زندگی بجز مسئله روابط جنسی. دقت کن اینا گلوبالیسته. خب این چجوری به اینجا رسیده؟ اول باید هویت ملی تو بگیرن دیگه. هویت ملی تو که بگیرن دیگه ببخشی راحت‌تر میتونن هویت خانوادگی تو هم بگیرن. هویت خانوادگی تو بگیرن خیلی راحت‌تر میتونن هویت جنسی تو هم دیگه بگیرن. اصلا دیگه چه معنی داره مرد باید توی مثلا روابط جنسی فاعل باشه؟ همینجوری میان تو مغز انسان‌ها کار میکنن ها. که الان یکی از این خواننده‌هایی که پورتوریکویی بود خیلی معروفه، آهنگای خیلی معروفی داره، اسپانیایی زبانه، تا سن 50 سالگی با 10 تا زن بوده، الان رفته با یه مرد ازدواج که با یه مرد کرد سوری هم ازدواج کرده، 3 تا بچه داره، 3 تا بچه رفتن رحم اجاره کردن این دوتا نرخر، 3 تا بچه داره. اینجوری رو مخ کار میکنه، اول هویت ملی، بعد هویت خانوادگی، بعد هویت جنسی، مثل دومینو. بعد دیگه هویت جنسی تو بگیرن دیگه میگه اصلا برای چی تو اصلا باید چیز باشی؟ مرد برای چی باید مثلا فاعل باشه؟ این حرفا، اینا حرفه. این میشه که الان دارن تو دنیا تبلیغ چی رو راه میندازن، در کنارش ترکیبی بحث همجنسگرایی و غیره، میخوان دنیا رو به کثافت بکشونن. و یکی از بحثایی که الان بی بی سی داره مطرح میکنه برای حمله کردن به ایرانا، هویت ملی نداشته باشی دیگه از کشور دفاع. آقا یه چیزی به قول سردار سلیمانی باید داشته باشی دیگه، یه ایدئولوژی، یه فکری، یه چیزی. نمیشه که اسلامو قبول نداری، چه میدونم شیعه رو قبول نداری، خب اوکی ایرانیت رو قبول کن، نه اونم قبول نکن، آقا یه خری و یه چیزی رو باید قبول کنی بالاخره، یه سنگی قبول کن، یه چه میدونم حداقل هندی ها گاو قبول دارن، آقا برو حداقل یه گاوی قبول کن. نه، هویت باید گرفته چه، هیچی قبول نکن، آدم ربات، ربات ربات شو، هیچ مرزبندی نداشته باش تو حوزه مسئله جنسی، ملی، غیره، هویتی، هیچ مرزبندی نداشته باش. کاری که این کثافت‌ها دارن میکنن. ببینید شما اصلا اون چیزی خیلی جالبه، مبلغین این تفکر در درجه اول صهیونیستا هستن تو دنیا، در مورد ایران بهائی‌ها هستن، بهائی‌هایی که خودشون رو دست یک هویت جعلی بهائیت تو دست گرفتن، مبلغین این تفکر بی هویتی هستن. یادتون باشه اصلا باورهای بهائیت امروز میدونید دیگه بر اساس بی هویتی شکل گرفته. شما مقام الاعلا میرید میبینید دیگه، سگ میزنه گربه میرقصه از نظر نژادی، تمام اینا برنامه ریزی شده است. یادتون باشه خیلی برنامه ریزی سنگینی دارن در این حوزه انجام میدن، خیلی برنامه ریزی سنگینی دارن. دارید از دست میدید اصلا حساب نمیشه. این احساس
عدم نیاز به هویت یک مسئله مدرنه، حتی یک مسئله خب احساس چی اصلا الان میمونه دقیقاً رهایی بخش کاملا، به خاطر اینکه ببینید شما اصلا اون چیزی که دارید از دست میدید اصلا حساب نمیشه. این احساس عدم نیاز به هویت، عدم نیاز به هویت، این مال جهان مدرنه. خاک تو سرت کنم با اون جهان مدرنت. حالا خدا رو شکر ما تو این جا ببین، اگه من ایران، بعد من میگن چرا نمیای ایران، قربونت برم، من اگه ایران بودم که نمیفهمیدم چه خبر جهان مدرنه اینا، که خب دارم الان دیدم برم میگم آقا هم داره مزخرف کامل میگه. اتفاقا در همین جهان مدرنی که میگه شدیدن خیلی ها دارن رنگ پرچم، دیدی همین آقای مکرون رو دیدی؟ ته داستان همین حرف هست. مکرون ته داستان همین بحثه. آقای مکرون یکی از عمله های جریان گلوبالیسته، ولی دیدی سر بحث ملی ترشون شد، گفتش که آقا ما فرانسوی ها برای استقلالمون راهبردمون رایر کردن نیروگاه های هسته ایست. حواستون بود؟ جهان مدرن دیگه تهش فرانسه است دیگه، فرانسه سرآمد جهان مدرنیه که اینا میگن برو فرانسه ببین چه خبره. همه تو خونه ها پرچم فرانسه رو آویزون کردن، برو ببین چجوری به هویت ملیشون دارن مینازن، ولو به این که حکومت و شرایطشون همینجوری توشون داره سیاه‌پوست تزریق میکنه. البته خود پاریس که به خصوص مراکز پاریس که به آفریقا بیشتر شبیه، کیا رفتن برج ایفل تو رو خدا بزنن؟ من حتی 4 بار پاریس رفتم، یه بار بیشتر برج ایفل نرفتم، ولی کیا رفتن برج ایفل؟ من یه بار رفتم، میدونی چرا یه بار رفتم؟ به خاطر اینکه همون یه باری که رفتم برج ایفل و اطرافش، ببخشید، آفریقاست. آفریقا رو دارن به اسم فرانسه به جا میزنن، همه سیاپوس، همه هم دستفروش. اصلا میدیدم به برج ایفل یه رفعه بینی 100 تا دستفروش، آقا بیا جاسویچی برج ایفل بخر، همه هم اینجوری جاسویچی برج ایفل تو دستشون میریزم سرت. از متروی همون ایستگاه برج ایفل که میای بالا همینجوری حمله بهت میکنن، آقا بیا این جاسویچی. کدوم فرانسه دیگه؟ یعنی همون فرانسه ای که تحت اشغال الان بحثای نژادی و غیره شده. تیم فوتبالشون رو دیدید دیگه، 6 نفرشون سیاه بودن. همون باز مثلا شما این خیلی فرانسه، یعنی همین جهان مدرنی که میگه خیلی‌ها دارن مقاومت میکنن پرچم، همون مکرون تهش داره میگه آقا برای استقلال ارتداد کشوری که دیگه به نظر من اینا دیگه کشور نیستن دیگه. حالا البته هستن هنوزا، باز اروپا هنوز کشوره، ولی دارن از دست میدن، باز میگن هویت. همون کانادای بی هویتش که نوکر ملکه انگلیس، رو پولشون هنوز عکس ملکه انگلیس. دلار کانادا رو برید نگاه کنید، دلار کانادا شرم‌آورترین نوع پوله به نظر من، ملکه انگلیس رو دلارشونه. همون کاناداش میگه آقا بیا یه دونه سرود ملی، یه هویت ملی به نام کانادایی درست کنیم. خیلی جالبه، سرود ملی کانادا پخش میشه توی جای توی مکانی که بالاخره کسانی که پاسپورت کانادا دارن هندی ان، چینی ان و ایرانی ان، ایرانی ها از همه بیشتر خودشونو پاره میکنن که سرود ملی کانادا رو بخونن. خاک بر سر ایرانی من بکنم که سرود ملی کانادا رو میخونه، در شرایطی که خودشون نمیخونن، خود اون اقلیت کانادایی اونجا نمیخونه، چون میدونه دیگه اکثریت اونجا یا هندی ان یا چینی ان یا ایرانی ان. وقتی سرودو میخونن، سرودی که جا میخواد پخش بشه، ایرانی ها خودشونو پاره میکنن بخونن، آدم واقعا ناراحت میشه. همون استرالیاش که دیگه بی هویت ترین پرچم کره زمین مال استرالیاست دیگه. شما پرچم استرالیا رو دیدید؟ شرم آوره. گوشش یه دونه پرچم انگلیس داره، بی هویت ترین پرچم کره زمینه. همونش باز داره تلاش میکنه در همون دنیای مدرنش یه هویت استرالیایی درست کنه. خاک بر سرت کنم داریوش کریمی، به هزاران دلیل میدانی و روانشناسی، که تمام کسانی که دچار مشکلات روحی روانی شدن و بستری شدن در آسایشگاه ها، تحقیقاتی که روشون انجام شده، بخش قابل توجهش مهاجر بودن، نمیگم همه، بخش قابل توجهی مهاجر بودن و دچار بحران هویت شدن، کارشون به خودکشی و آسایشگاه روانی رسیده. خاک بر سرت کنم آقای داریوش کریمی، اونم فقط خاک تیلم، به خدا اصلا خاک دیگه اصلا حیفه، حتی خاک اروپا هم حیفه رو سر شماها بریزید، حتی خاک آمریکا هم حیفه. آمریکا بالاخره جای خوبی بوده، اینو بهتون بگم، بالاخره سیستم آمریکا رو ما مشکل داره، مثلا خود آمریکا کشور از نظر جغرافیایی جای خوبیه، خیلی بزرگ و اینا، حتی شما لایق خاک اروپا هم نیستید، شما فقط لایق خاک تیله منید.
پس نه الان اینم پس گرفتم، اونم بعد شما لایق خاک گربه های خیابونی هستید، چون گربه من که لاکچری داره حال میکنه اینجا، خاک گرون قیمت براش میگیرم، شما لایق خاک هایی هستید که گربه های خیابونی. آره قربونتون برم، شب و روزگار خوش، پاینده ایران، همتون رو به خدا ایران میسپارم، بدرود.